سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه در کنار من کارون نشسته سلام فرهاد امروز با ماست سلام ما هنوز تو همون یک شنبه ایم و خیلی تیره تر شده تیره تر داره هوا داره تیره و تیره تر میشه جونم براتون بگه که اپیزود دیویست و سه درسته چیزی که نمیخواستین تاکید بکنید الان قبل از اینکه بریم سر اصل مطلب راجع آهنگ دیگه ای نیافتادید نه واقعا به یاد آهنگ دیگه تو هم چیزی نداری بگی پس بریم سر اصل مطلب آل روزم ما یه چند هفته ای افتادیم به نقص کردن خودمون من که هر هفته میام اینجا میشینم حرفای خودم رو پس میگیرم حرفای خودم رو نقض میکنم و اینا کارونم هفته پیش در مورد آزاد بودن گفت آزاد کردن الکل و این جور چیزا که میتونه به آدم ها کمک کنه و آزاد کردن آدما گفتم که این هفته بیایم در همین رابطه صحبت بکنیم ما همیا میشیم توی این پادکست میگیم که مثلا بعد از فلان وسایل مثلا به طور درست استفاده بکنیم مثلا لینکدین جای گذاشتن عکس خانوادگی نیست یا مثلا اینستاگرام بصراح... جای تبریک تولد گفتن نیست آره مثلا مثلا میگیم که از وسایل سرویس سالگرداتون ها... اونجا عکس شما رو خلاصه میگیم از مثلا وسیله ها و سرویس ها و چیزایی که وجود داره استفاده درست انجام بدیم بله ولی خب ام... بگو راحت بزن حرفتون نه آخه نذاشتی هفته برای اپیزود قبل نذاشی من درست حرفمو بزنم چرا برای گرفتی گفتی هورمونات جابجا شده و اینا دیگه دارم خودم, خودم کنترل میکنم نه با بگو بالاخره اگه هورموناش یه روز جابجا میشه بعد ولی خب اصلا اینو در نظر نمیگیریم که خیلی از وسیله های مختلفی که الان داریم روزمره ازشون استفاده میکنیم بر اثر اشتباه استفاده کردن از اختراع دیگه یا اصلا کلا بر اثر اشتباه به وجود اومدن و گفتم که بیایم یه سری از این کالاها و سرویس ها رو اینجا معرفی کنیم ببینیم که آه.

آره کبریت اوایل خطر آقای جان واکر بودن که یه دونه <applause> جانی واکر جان واکرن جانی نیستن جان واکر داروساز انگلیسی بودن برای ساختن داروهای مختلف و اینا میودن با چوب هم میزدن این داروها رو وقتی میخواستم برام دیگه اوه یه جا گوگل داره ترکیب و دو... یه روز میاد میبینن که ای یکی از این چوبایی که هم میزنن خب استفاده میکردن تمیز میکرد استفاده میکرد اینا که یه بهش چسبید اینا داشتن تمیزش میکردن مه. گور گرفته و آتیش گرفته و اینا بعد ایشون میبینن که خب چقدر جالب من میتونم این خیلی کمک میکنه دیگه اون برق و اینام نبوده میتونست خیلی کمک کنه برای میان میرن تبریز کارخونه توکلی رو میزنن برای روشن نگردشتن آتیش و اینا کمک آقای توکلی بعد شروع میکنن به جز محمد بس کنی گفته بودن که رو حرف کسایی که میشنم میشن اونا که میبینن خوبه ولی کسی که میشنن واقعا آره. پس همه برید یوتیوب ببینید سابسکرایب کنید بعد ایشون چیز میکنن میان شروع میکنن اصلا به درست کردن کبریت و فروختن کبریت ولی اصلا از آزمایشگاه میذارن تو کبریت آره ولی ایشون این در واقع کشفیات خودشون رو پتنت نمیکنن آخ. برای چی میگن که به جلو رفتن بشریت خیلی میتونه کمک بکنه و من نمیخوام این رو ازشون بگیرم از چجوری؟ آره دیگه موقعی که برق نباشه هر چیزی میتونه اون موقع کمک اون موقع مثلا با چخماخ روشن میگن چه سالی بودی؟ هزار... اوایل 1800 نه خب, خب شاید نفت, هم نفت و اینا بوده خود کبریت فکر کنم به این راحتی بکشی آره. روشن بشه نه بوده. روشن بشه آقا خب دومیش تفلون شیمیدان آمریکایی جناب آقای روی جی تفلون نه <laughs> پلانکت خیلی پایینی یعنی خیلی پایینی ادای واقعا این خنده دارا رو در میاره دو تا استند کمدی مردمش اینجا میشین پر شده جدیده من نه خیلی قدیمی من دوستشون دارم داشتن برای کارخونه یخچال سازی تحقیق میکردن بعد یه گاز خطرناکی توی این یخچال استفاده میشده که میخواستن عوضش بکنن بعد شروع میکنن حالا گازهای مختلف تولید کردن و آزمایش میکنن ببینن کدوم یکی از اینا میتونه اون کارهایی رو داشته باشه و کمتر خطرناک باشه یه گازی رو تولید میکنن و میزنن تو یخچاله میرن میان میبینن که گاز از بین رفته بعد خب مثل بقیه آزمایش ها فکر میکنن که خب اینم درست از در نیومده جواب نده ولی میبینن که یه ماده سفید رنگ اون ته اون یخچاله مونده و میبینن که اصلا چسبنده نیست با هیچی هم واکنش نشون نمیده دمای خیلی بالایی هم تحمل میکنه از منفی 100 تا بالای 500 درجه فارنهایت یعنی یخچال بردن تا 500 درجه رسوندن نه دورش. نه اون مایه رو استفاده کردن دیدن که واکنشی نشون نمیده وقتی بهش حرارت زیاد میزنی و ایشون از سال 1941 تفلون رو پتنت کردن دارن جون میده برای اوملت به بر زی زیر اوملت. <laughs> نه نچسب ترین چیز دنیا رو اومدن اختراع کردن اصطلاحش راجع آدم‌ها هم الان به کار می‌ره آره دیگه آدم‌ها نه نبا این بیچاره خیلی تو دل برو شیرین اون نوار تفلون رو که اختراع کرده نه نوشتن اینجا از اول که اوز بکرم میخوایی بگیم نوار تفلون نیه اون نید. که برای برق چیز می‌کنه نه برای آب لوله و اینا آه سفیده, سفیده. آه سفیده که یه حتی بدی هم داره نه چرا؟ سفیده بد نیست بگیریش یهو تا نه بهتون نشون میدم بعد برنامه تا نیست مگه دیفالت تا شده بیرون نمیاد تو میدم برم بعدی چیپس یه آقایی بودن آشپز بودن آقای بگو فرات الکساندر چیپس خیلی پایینید واقعا آقای جورج کرام خیلی جالبه کرام توی نیویورک بودن که یه آشپزی بودن بعد خیلی شکایت شد ازشون که آقا این سیب زمینی سرخ کرده که به اون میدی اصلا به درد نمیخوره خیلی تورد نیست همش خیلی نرم و ایناست هم. خیلی بهشون بر میخوره تصمیم میگیرن که این سیب زمینی رو انقدر باریک ببرن که بعدم بنزنش تو روغن و اینا که دیگه سفت سفت بشه بعد خیلی مثل اینکه استقبال عجیبی ازش میشه بعد سال 1953 تا الان که دیگه میدین دیگه چیپس چه پیش اونم پتنت کرد نه نه پتنت نداره اون یه بر پیشرفت بشریت و اینا زیاد چیپس چیپس داره بر... پس رفته بشریت و کمک کرده چیپس و خیلی الان میگن تقریبا 250 تا طعم مختلف چیپس وجود داره تو 250 تا دو... دا... بابا طعم پیتزا پپرونی داریم الان چیپس چیپس ساده دیگه ماکسیموم چیپس تون اون مزمز کلاسیکا زیبا؟ که زیبا سوپر چیپس. سیر سرکه نمک نمک دریایی با ماسخیار بدون ماسخیار گوزه. با گوزه چیزی گوزه ای <laughs> بعد این چهارمیش با حاله بستنی قیفی اینو میدونم می بستنی که خب چیز جدیدی نیست و میگن که توی چین دیدی شده که از سال دیویست بی سی یعنی قبل از حضرت مسیح آره بی فور کرایست بستنی میخوردن و اینا ولی خب اون قیفش یه داستان خیلی بالی داره سال 1904 تو آمریکا یه بازارچهی بوده که از جاهای مختلف غذاهای کشورهای مختلف رو آورده بودن و داشتن امتحان میکردن و در واقع میفروختن و یه بابایی بوده داشته بستنی میداده انقدر کارش میگیره اون روز یه یعنی اصلا ظرفاش تموم میشه بغل بابای دیگه وایساده بوده اون چی میداده قیف آقای نون. ارنست کون نه هاموی آقای ارنست هاموی بودن که ویفر ایرانی میفروختن پرژن وافلز آه. که از منطقه نشد از پرژن گولف اریای همچین رسپی شو و اون او موقع پرژن شد 1904 فکر نه اون خورده صده 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 چیزی؟ صده. خلاصه ایشون به کمک این بستنی فروشه میاد و میگه که نگران نباش شروع میکنه این وافل که هست و شکل قیف درست کردن و میده این بابا و خیلی کارشون اون روز میگیره و دیگه اصلا بستنی قیفی و ایشون تولید میکنن و مردمان عزیز دنیا خواهش میکنم بدون ایران بستن قیفی هم نداشتیم آقا یه سری بستن قیفی بود که توی کارتون این بود کارتون های نمیدونم شیش در سه بود چند در چند بود دیدید دیده دی 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 بس آدم ساش نه نه قیفی بس... تو... سری بستن قیفی های سفید وانیلی بود تو ایران تو ایران خب آره. بقیه شد نه اینا دیگه نیست خیلی طعم خ... پاک بود بستنی پاک بود آه کنم خیلی آره. ساده بود توی جبه 12 تاش بود آها 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 آه بودن در می آره 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 اینا رو اگه کسی هنوز بود با اون تم <تصفح> <تصفح> کجا میشه پیدا کرد به ما بگن چون من هر دفعه میرم ایران میگردم و بستنی زم دی... ببینم دو تا چیز خیلی دوست دارم یکی بستنی زم سونه بود که دیگه الان میبینم نیست تو ایران مثل اینکه جل. جدیدن یه چیزی رو و یه بستنی دیگه بود اینجا هست دیگر. یه بستنی دیگه بود که توی یه توپ شکل توپ مانند بود آره تو آره، گلو می اومد با آره, آره خیلی اونام خوب بود بعدش آب میکنیم توش میذاشیم فریزر آفرین آفرین چجوری پس در میاد از تو توپ چجوری اینجوری باز میشه در زیزی گلو داشت دیگه در اینطوری باز میشه کلش با میشه از وسط باز میشه نه از وسط باشه که از... در از روش باز میشه مینداختن تو پارچ آب دیگه اونو به عنوان سردی آره. به هر حال بسن قیفیو هم باعثش ایرانیا بودن بعدش کوکاکولا آقای جان پمبرتون پمبرتن که یه داروساز بودن ایشون میخواستن یه دارو درست کنن برای سردرد تصمیم میگیرن که کوکا لیوز یا برقی درخت کوکا که ازش کوکاین هم میگیرن با کولاناتس که میشه دونه کلا یا مغز قهوه سودانی یهو با هم قاطی کنن و به یه نوشیدنی درست میکنن از این ترکیب که برای سردت خوبه چجوری فروخته میشده اینو به عنوان یه محلول میفروختن و بعد آدما میریختن تو آب هم میزدن میخوردن محلول یا پود نشد محلول محلول رو میریختن تو آب دوباره آره با آب قاطی میکردن احتمالاً خیلی قوی بوده یه بابایی اشتباهی میریزه تو آب گازدار میخوره تونیک و تونیک؟ سودا, سودا. میریزه تو سورا واره به قول معروف و از سال 1803 این این ماده از 1883 توی بازار فروخته می شده بعد که اینو ریختن توی آب گازدار دیدن چه طعم باحال و خفنی گرفت از اونجا بود که کوکاکولا شروع شد به به وجود اومدن من چنا رسپیش مثل که سیکرته آره سیکرته. کسی نمیدونه دقیقا خیلی چیزا در موردش هست من شنیدم که چند نفر میدونن اینا با هم دیگه نمیشه نمی. اینا پنج نفره آره <تصفح> <این> <تصفح> <پای> نفره یه چیزی نفر دنیا رو یه چیز جالبم بود که مثلا اینکه یه کارمند از کوکاکولا یه کارمند ارشد اخراج شده بوده مثل اینکه یه مقدار میدونسته میخواسته بره به پپسی بده کشتنش نه پپسی ردش کرده گفته نه این چقدر دور با از من در دیزی بازه گربسی ها کجاست چقدر با اخلاق, اخلاق. بعدی شونا براتون میگه شما پپسی میگم برای اسرائیلی ش... بر ها هر یه نوشابه که بخوری یه سنتش میره اونجا پس استار باکس میره تو جیب اون پنج نفر <applause> شماره شیش پوستد نوت پوستد نوت که میدونی توی این کاغذ کوچیک رنگی ها که میزنی می به کتاب با هر جا مثلا میری تو هر آفیسی الان بری به در دیوار اینا چسبیده و اینا یه ای آقایی بودن به نام دکتر سپنس سیلور که شیمیدان بودن داشتن روی چسب خیلی قوی میخواستن کار بکنن برای کارخونه 3M برای این 3M پیپرز <applause> که میخواد توضیح بدی کجا استفاده میشه 3M روی ماشینا رو بخوای تینت بکنی همون 3M چه میدونم این اه از... اه... شیشه های از... ماشین رو نه 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 نه, شیشه نه. اه... بخوای ماشین رو رپ بکنی رپ بکنی آره کاور بکشی رو ماشین رنگ ماشین عوض بشه آره رنگ ماشین, نواز آره. رنگ آره. ماشین رو بخوای عوض بکنین همش روی کاغذ 3M هه. مثلا چون بعضی از این جلدای گوشی ها که میاد همشون اینه که خودتون باید مثل چسبه به چسبه همش روی 3M این آقا از 1968 داشتن روی این کار میکردن بعد یه چسبی تولید میکنن و این چسبه نه تنها قوی نبوده بلکه خیلی ضعیف بوده و اینا و کاری هم براش نمیتونستن پیدا بکنن و توانایی چسبندگی خیلی کمی داشته ولی اینطوری بوده که اگه که میکندیش دوباره میتونستی جای دیگه بچسبونیش چند بار میتونستی این کار رو تکرار بکنی اینو 1968 اختراع میکنن تا 1974 اصلا هیچ کاری براش مثلا پیدا نمیکنن همینطوری میمونه تا اینکه یکی از همکاراشون میخواسته بری کلیسا واسه بری دعا بخونه و میخواسته کتابش کتابشو یه جاش علامت بذاره که از اینجا مثلا اینجا رو باید بخونم استفاده میکنن و اینا میبینن که چقدر برای این کار مناسبه و شروع میکنن مارکت کردن و فروختن و الان میگم واقعا آفیسی نیست تو دنیا که بری و از اینا وجود یعنی که طرف همه کارش داره میرسه و خیلی مرتب و چی؟ منظمه از اینا باشه تو هر دفتری یعنی که طرف خیلی داره کاراش اهمیت میده چرا؟ ولی یه چیزی گفت بگذر کرده چرا این حرفو زدی؟ بعدیش شیشه های نشکن یه آقای شیمیدار فرانسوی بودن ادوارد بندیکتس آره که به صورت خیلی اتفاقی یه دنت از این شیشه بکر بهش میگن دیگه از این شیشه های آزمایشگاهی بشر بیکر انگلیسیش بیکر آره خب بیکره. ایرلن مایر آره که گذاشته آره بودن روی دیگه. یکی از در واقع میزا و اینا دستشون میخوره این به جای که مثلا پودر بشه فقط ترک میخوره برشون بودی که خب چرا این مثلا نشک است و اینا بعد میبینن که از آزمایش قبلی یه سری پلاستیک آب کردن اون تو مونده و این پلاستیک آه. آب شده نذاشته این پودر بشه همه جا به قول معروف پخش بشه و به این نتیجه میرسن که میتونن از پلاستیک آب شده شیشه نشکن تولید بکنن پیرکس و اینا یعنی توش چیز داره پلاستیک داره احتمالا نشون پلاستیک چقدر این آدم ها ذهن پرسشگری داشتن مثلا افتاده نشکسته مثلا گفت خود چرا نشکسته برم به ما اگه بودیم خدا بشه یس مثلا ما بودیم خب این سری شانس بود ولی این یارو قشم به ذهنش رسیدی لابد یه چیزی شده بین تو به ماورا و طبیعه که باور داشته شون نمیشکنه خواسته دیگه کلی پول اینو داده بودیم حالا تو این سخت ولی وقتی آدم علمی باشید ذهنت سری میره دنبال آره. دلیل مینی جالبیش حالا داشتم اینا رو مینوشتم چی بوده همش همشون وقتی که یه اتفاقی مثلا اونجوری که میخواستن انجام نشده به جای اینکه کاملا اینو بریزن به نزن دور براش یه راه دیگه براش یه کار دیگه پیدا کردن یعنی یه آره. مشکل مشکل تر ساختن و هدیسون بود لامپو اختراع میکرد هزار بار مثل که فیل شده بود گفت مثلا من 999 راه پیدا نکردن لامپو پیدا کردم آخرش موفق اینجوری نگاه کرده بزنی خوب نگاه کرده ای... اگه الان بود می که اینستاگرام کپشن بود <applause> اگه الان این اختراع کرده بودن آقا بعدیش قرصه ضد افسردگیه ام اینا در واقع این قرص رو اختراع کرده بودن و درست کرده بودن برای درمان سل بیماری سل, سل. آره بعد میدادن اینا رو به این ها میدن که خب هیچ اثری روی بیماریشون نداره فقط اینا خیلی شاد میشن و اخلاقشون بهتر میشه بعد آره یه سری آزمایشونا انجام میدن میبینن که برای بهتر کردن اخلاق مردم و برای ضد افسرده برای افسردگی خیلی مناسبه و از 1957 همون دارو رو به عنوان چیز استفاده کردم قرص ضد افسردگی بگیریم برات چیز چی برات بگیم اخلاقات خوب شه قرص ضد افسردگی بعد بعدیش آقای خدای سوایت افتاده بود رو اینجا آره بعد پرده رو بکشیم آره خ... یه آقای د... ویلسون جیو بچ جیو بچ یه مهندسی باخده. بودن که نه نه انگلیسی بود یادم اینو می نوشتم. یه مهندسی بودن که میخواستن یه دستگاه ها میخواستن دستگاه طراحی کنن که زربان قلب رو اندازه‌گیری کنه و در واقع ثبت بکنه ضربان قلب رو موقع سرم کردن این دستگاه از یه قطعه الکتریکی اشتباه استفاده میکنن به جای اینکه در واقع اون زبان قلب رو ثبت بکنه اون ضربان قلب رو عین همون تولید میکنه رپلیکیت میکنه آره مثل همون ضربان قلب رو تولید میکنه و از اون دارن به عنوان قلب مصنوعی از 1960 دارن استفاده میکنه واقعا اینجوری کش شده اینطوری 1960 الله بختکی میگن ببین یهو بعد آخرش هم آقا مایکروویف استاد پری اسپنسر آقای اسپنسر یه مختره آمریکایی بودن که امواج اون موقع امواج مایکروویو رو برای یه چیز استفاده میکردن برای رادار استفاده میکردن رفته بودن سر کارو اینا نزدیک یکی از این دستگاههایی بودن که این امواج رو تولید میکرده برای رادار بعد میبینن که یه شکلاتی که تو جیبشون بوده آب میشه <applause> و شلوارشون رو کثیف میکنه بعد به خودشون میان میبینن که خب چی شده چرا این اتفاق افتاد و اینا آزمایش میکنن میبینن که امواج مایکروویو میتونه غذا رو گرم بکنه و از 1945 به جای رادار غذا گرم گذاشتن تو مایکروویو میزن تو آشپزخونه شما موقعی که از سر کار میای تق میزنی قزات گرم میشه کنسرو <سؤال> گذاشتی تو مایکروویو تا حالا بله آتش گرم زیبا میشه بامر... جرقش دیدی ما تو هتل بودیم و این اتفاق تو هتل افتاد میتونم بپرسم چیکار <سؤال> جرقه میزنه <سؤال> این فلزی بذاری آره این حد یه مقدار فویل هم باشه اون اتفاق کاغذ هم بذارید نه کاغذ دا چرا کاغذ اگه کاغذ اگه نباشه آتش میگیره کاغذ منظور چه کاغذ این کاغذ این کاغذ مثلا کاغذ مایکروویو بل داریم آره این برزر. ظرفای مقوایی که هست موقعی که مثلا غذا بیرون میگیری ازشون میتونی بپرسی آها. آها. آقا این چیزی هست ما حالا اینو میگیم اون روز اولی که مایکروفر خریده بودیم توی ایران بابای من همه ما رو جمع کرد و شروع کرد برام توضیح دادن چیزایی که نمیشه توی این رو گذاشت نیاز بوده آره ای و من, بوده. من بعدش امتحان کردم با اون راست میگفت هیچ <سستقلت> <تصح> کدوم از اونایی که بابا میگفت و واقعا نمیشد آره خیلی داستان شد بعدش خیلی چیزای عجیبی اون تو من آب کردم آب, آب کرد اما بعدا که خوردی واسه تمیز. چرا اجازه ندادم با نداشتم نه من, فقط من تو ایران فقط PS1 داشتم هم نداشتم با PS1 اش بازی با این ساعتی که تلویزیون میکنه چون میکنم. دو تا رو فقط داشت. بله آقا این تموم شد خلاصه خواستم بگم که حالا ما میایم اینجا میشینیم میگیم که از وسایل درست استفاده کنید و این جور چیزا چیز نقضم وجود داره مثال نقضم وجود داره آقایون مختره و شیمیدان و آقایون داروساز چیزای خیلی مهمی از اشتباه استفاده کردن از یه چیزی یا از اختراع اشتباه یا از یه کاری که میخواستن بکنن درست انجام نشده چیزای خیلی مهمی که توی الان زندگی روزمرمون استفاده میکنیم اختراع کردن اصلا سخت نگیرن افراد آره ولی خب آره میشه از آره ما باز... با فرهاد آوردیم اینجا آخرش نتیجه کلی بگیره <تصفح> <واحدون هم> <تصفح> 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 یه بود از در که خیلی سخت نگیرید نه میدونی چیه بب... من قبل اینکه برنامه رو شروع کنم تو از نیومده بودی بهش گفتم فراد اینجا میشینی سمون نشین بب... حرف نزن هیچی نگو فردا روزی مثلا میری خونه مامان بابات مثلا میگن که خب این تو رو اونجا بردن نشسته اینو مجسمه این نشستن. همه راه کوبیدی تا اونجا رفتی رفتی نه اینو مجسمه نشستی اینجا گفتم که چیزای منطقی بگو الان از موقعی که نشسته فقط داره چرت پرت میگه <applause> با فامیلا رو کمک کردیم کامل کنی. آره در بود چپس <تصفح> الکساندر <تصفح> چپس بفرمایید جالب, بگیم. جالب از این جالبی, جالبی که میگیم زیاد جالب نیست خب نگو بحث پس کرونا رو بخوایم دوباره از سر بگیریم این شده فایتر هر قسمت آخر <تصفح> خب بحث روز بحث دیگه. دیگه دیگه الان حالا چند مورد راجع به این میخوام بگم که بعد با هم راجع سوال کنیم یکی اینکه یه تو ونکوور حالا و تو روزنامه کانادا یه خبر اومد که یه خانومی که از ایران سفر کردن به کانادا تشخیص داده شده که کرونا دارن و الان خودشون و اطرافیانشون توی قرنطینه هستن خب این خانم الان توی ونکوور هم هست ولی هنوز سال من اتفاق بدی براشون نیفتاد من آخرین رفرشی که کردم خبری خبر جدی آره ننباش. آره تو کانادا هنوز کسی از بین نرفته به خدا آره. خوب. و خب این خیلی عجیب و چیز بود دیگه این خانم دقیقا همزمان شد با روزی که ایران اعلام کرد کرونا داریم دو مثلا آره، همین... چون ایران اینجوری بود که تکسیب نداریم. تکسیب تکسیب تا دو, دو نفر, نفر مرد شدن <تصفيق> بعد <تصفيق> وزیر بهداشت ترکیه اینو چیز کرد آره. آره. گفتش که مرزمون رو ببندیم آره. آره. خبر اصلی رو وزیر بهداشت ترکیه به ما دادن آره, آره. آره. که واقعا شفافه جمعه بلندشن بیداشن بهشون میگن و این پروازی که ایشون باش اومده بودن از از ایران اومده مونتریال مونتریال به ونکوور و حالا اون تیکه مونتریال به ونکوورشو رو کانادا داره دنبال اون شش تا مسافری که اطراف ایشون نشسته بودن تو آپیما میگرده و که پیداشون میکنه اونا رو تست بکنن ببینن که حالا اونا کجا پخ شدن و با کیا بودن و اینا یعنی خیلی جدی پیگیرشن و دارن که واه دیگه تو گفتی چی تو گفتی که برای اینکه منتقل بشه باید یه رو تقریبا توی شوهای. من یه چیزی که خوندم فاصله یک یک متری طرف اگه باشید و یه رو با مثلا باید در, کنارش. در چیزی من یه توف بندازه تو دهنه تو قورت بدی غیر این حالت تا یه روب مثلا باشید میگید برای همینه هاشمی نه پسرشون چی بود؟ محسن محسن نگرفته با اینکه کنار شهر داره منطقه سیزده بود دست دادن با همون زیر شهر داره منطقه سیزده حالشون خوبه یا ایشون ف... نه فعلا که خوبن فقط مصبتن بعد الان حالا آخرین باری که ما در مورد این صحبت کردیم چند تا اپیزودی که رفتیم ما نمیدونستیم که تستی وجود داره چون اون موقع فقط اینطوری بود که بعدا در واقع درجه حرارت آدم رو تست میکردن الان رو پیدا کردن برای تست اون فوریشه دارسته. درجه حرارت اگه بالا باشه مشکوک میشن ولی تست آزمایشگاهیش هست میرم میبینم مثلا چه ویروسی آره میرم می چه ویروسی هست اوکی. بعد یکی دیگه اینکه تقریبا همه حالا تو دقیقتر میدونی همه ای همسایه ایران مرزای هشته کشور مرزشون رو بستن هوایی زمینی آره. آره شده. تنها کشوری که الان خارجیه و ما میتونیم بی سفر بکنیم فکر کنم قطره قطر سفر کرد آره عراق بسته افغانستان بسته ارمنستان بسته ترکیه بسته پاکستان بسته حالا نشمونیم دیگه امروز اینا هشتا. هشتا بودن در آینده احتمالاً بیشترم. آره دوستان خیلی میشه دیگه کسایی, دو. کسایی که توی ایران رو میخوان سفر بکنن اونام آره. مینی. یعنی اون کسایی که میخواستن حالا برن و بیان خیلی الان براش میشه <تصفح> من این میخندم از روی چیزا یعنی از روی هرسه هستریکه. هر موقع توی، تویتر خب من یه مدتی خیلی تو توییتر فارسی فعال نشدم بیشتر آدم ها رو دنبال میکنم ببینم فوزولی چه اتفاقاتی داره فوزولی میفته اینه که الان مثلا سر این قضیه کرونا اصلا من نمیدونم چه دو جپگی خاصی پیش اومده یه سری ها, یه سری دیگه رو که ما دو جبهه نشدیم که حرفشو بزنی. یه سری یه سری دیگر رو مسخره میکنن یه سری سری دیگه رو رد میکنن نقد میکنن بعد این وسط یه سری دکترایی که واقعا دکترن یعنی من اسم دو تاشون رو جستجو کردم واقعا تو یه سری تو دو تا بیمارستان ایران اینا دکترن و اینا اینا اطلاعات غلط چی مثلا یکیشون بود که حالا فکر خیلی هم معروف باشه ویدیوش توی این فضای مجازی اینا مثلا خیلی میگه که نه اصلا نگران نباشید و چیز خاصی نیست و همین آروم دستا رو بشورید بچه‌ها هم کاری نداره یعنی یه حالتی که انگار مثلا یه مهمون بد اومده تو خونه دیگه باید باش مثلا ما رو آره مدارا بکنیم و بره بعد خب اینو اومدن حالا میکرو ها و این افرادی که حالا روی این بیماری ها تخصصشون و خوندن اصلا یکیشون بود که از ثانیه اول تا ثانیه آخر ویدیو رو تحلیل کرده بود و تقریبا این آقای دکتر فقط سلام خدافز رو درست گفت <applause> تو اون ویدیو خب بعد اینا رو من تو خود فامیلای خودمون و این گروه های د... تلگرامی حالا واتسپی شده دیگه میبینم که خب آسان. همه واسه هم میفرستن و این و همه هم خب میگن اوکی یعنی یه حالتی میخوان به اینا تکیه بکنن میگن خب اون حالا وضع بد نیست و خب اینا داره دست به دست میشه و اونقدر کمکی به اوزار نمیکنه. ویدیو بود من فرستادم فکر کنم برای شما امروز یه ویدیو مثلا 7 8 بود که زیرنویس هم داشت آره آره اون اون خوب بود. اون آره این خانومه چیز یه دونه اصلا توی نتفلیکس یه دونه شو داره در مورد همین که چجوریه که اگر کات. نه نه ام Don't fuck اینطوری در مورد اینه که اگر که یه همچین اتفاقی بیفته اگر که ویروسی اپیدمیک بشه چه جوری میتونن جلوشو بگیرن و اینا خیلی جالبه که همون مثلا موقعی که اسم کرونا خیلی اومد و بیرون اینو ریلیسش کردن و این خانومه مثل این که حالا نمیدونم اون تایتلی که داره اون چیز کاری که داره چیه ولی توی بیمارستان نیویورک مثلا که توی بیمارستان نیویورک نه هد اصلا چیز آمریکاست یعنی اون سر تمام این کرایسیس آمریکاست سر نه مقابله با, قرائب. مقابله, مقابله, قرائب با, با, با آره مقابله با کرایسس آره مقابله سر کرایسس امریکا. آمریکاست ام و این خانومه داشت این ویدیو ها رو پر میکرد و خب احتمال خیلی زیاد اطلاعات دقیقی داره آره اون بعد. یکی از بود که نمیدونم حالا بعدا شاید بتونیم ویدیو بشتره. این آدمایی که فرهاد میدارن فرهاد گفت نگاه نکنید برید موثقش رو نگاه کنید زیر نویسم داره آره ها اونو من میتونم اصلا بذارم لینکش رو خیلی عمال. دیگه چیزی داری یا بریم برای بریم برای داره 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 بریم داره. هفته دیگه بیا بریم, بریم. بیا بریم. بریم, خیلی خب ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکسته توی تلگرام، تویتر، فیسبوک، اینستاگرام و تصویری این اپیزود رو هم میتونید در یوتیوب تماشا بکنید ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع جدیدی دیگه برمیگریم فلا خدافز خدافز خدافز,